عشا گشتی در جهان اندیشه ها، کلیشه ها و رویدادها. عشا راستی و روشنایی را با شما در میان می‌گذارد. برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی. با درود بسیار گرم نخست به سرکارمانی گرامی که این رادیو تلویزیون رو میچرخونن و چون این برنامه‌ای رو فراهم میآورند، درود بسیار گرم به میهمانان این تالار، این میز گرد، از سرکار پهنادایان بیاغازم و سپس سرکار شاهین نژاد و در پایان هم سرکار وفا یغمایی گرامی. بسیار خوش اومدین. شما گرامیان چهرهای آشنایی هستین و کسانی که این برنامه رو میبینن نیازی نیست که بازگفت درباره این گرامیان، تنها نیاز همین هست که بدانید که هر سه این چهره کوشندگان فرهنگ و تاریخ ایران هستند و در سپهر رسانه‌ای جهانی بسیار کوشان، دارای کارهای ارزشمندی هستند که بیگمان اینجا اونجا شما هم پی میگیرید. من نخست با شادباشی به روز جهانی کوروش بزرگ میخواهم سخن رو بیاغازیم. به راستی که به جای دیگر کسان که در تاریخ به نامه های گوناگون نامیده میشوند، کوروش از اونجایی که به شهری، به سرزمینی، به کشوری میرود که فرا پایهای و روی او درختان نخل و درخت میگسترند تا او از روی درخت ها بگذرد، برگ درختان، و چون این روزی را ما روز جهانی کوروش نهاده ایم، امیدوارم که در آینده این روز جهانی شود و در سازمان ملل هم به ثبت برسد. درود میفرستیم به گرامیانی که یه بار دیگه که این برنامه رو زین سپس میبینن. یک سخن کوتاهی پیش از این که گرامیان سخن دست شما داده بشه، درباره خود پژوهش دانشورانه دوست می‌دارم که باز هم این سخن رو بگویم. پژوهش دانشورانه آن است که انسان نه از چیزی که بدش بیاید یا خودش بیاید به پدیده می‌نگرد، با چشمان گشوده بیان که سمت ویژه ایدئولوژیک یا دینی داشته باشد، زیرا که جز این کوشیدن نگریستن ما را به بیراهگی و گمراهگی می‌کشاند. فرهنگ ایرانی از دیرگاهان بر دو پایه سوار بوده است، یک پایش راستی در میدان فراگیر خودش و پای دیگرش نیکی که در میدان بسیار ویژه‌اش بوده. هرگاه که ما از راستی دور شده ایم، در پی آن از نیکی هم دور شده ایم. آن هنگام که این دو رو ما از دست داده ایم، همواره ابر اهریمن بر ما زهر باریده است یا بارونده است و ما را به نکبت و پستی و فرومایی کشانده است. پس نیک آن است گرامیان که ما همواره با چشم دانشورانه به ویژه به تاریخ بنگریم و از درون تاریخ آنچه را که ما نیاز داریم بگیریم. نکته دیگر آن که تاریخ را ما از دو سوی می نگریم. یک سوی آن است که ما بدانیم تا گذشتگان نیاکانمان چه کردند، چرا چنین کردند، چرا فراز آمدند، چرا فرو شکستند. دیگران که ما ایرانیان در هنگامی اکنون چون سخت نیازمندیم که چهره‌های شکوهمند تاریخ رو بیاریم جلو، نزدیک به خودمون و آنها رو فراروی خودمون نهیم، بدانان روی کنیم، از آنان یاری بگیریم، آنان دستمون رو بگیرن در یک همبستگی فراگیر ملیمون. از این روی کوروش به راستی بزرگترین چهره تاریخی بشر و به ویژه برای ایرانیان هست و از این روی هست که کوروش را در نگاه من باید همواره در رف خانه های من بگذاریم، تندیس این بزرگ مرد رو بگذاریم، زیرا که نه تنها برای ما ایران بزرگی را آفریده است، بلکه اندیشه ها، سخنان و کارهای بسیار بزرگی کرده است که از او بیادگار مانده است، مانداک در تاریخ، که ایچه بسا پشت سر او بسیار پادشاهان کوشیدند که چون او رفتار کنند، چون او شده بود یک الگو، یک مدل تاریخی شده بود. پس کوروش رو ما از دو چشم می‌نگریم، یکی این که دریافت دانشورانه از آن روزگار، دیگران که کوروش رو چون نیای خودمون بر خان فرهنگی من، بر خان ملی من می‌نشانیم و او را و به او
دل می‌بندیم زیر چتر او، زیر سایه او، همه ایرانیان از هر تبار و قومی که هستند به هم می‌پیوندند. برای همین ما کوروش رو گرامی می‌داریم و می‌خوایم بیشتر با کوروش باشیم، بیشتر بدانیم شکوهمندی‌هاش، پیروزی‌هایش و کارایی کرده است. این رو گفتم تا گرامیان، تا بریم سراغ سخنان امروز خودمون. بخش نخست سخنمون رو با سرکار پهنادایان می آغازیم. سرکار پهنادایان پیرامون بنمایه های تاریخی و آنچرا که تاریخ درباره پیدایش هخامنشیان به ویژه کوروش بزرگ برمان به یادگار گذاشتن پژوهش شما کردین، در این باره سخنتون رو بیاغازید. بفرمایید. با درود بر بینندگان عزیز و همکاران محترم، به خصوص جناب آقای مانی که این شرایط رو فراهم کردن که ما در خدمت فرهنگ و تمدن ایرانی قرار بگیریم. سپاس دارم از همکاران عزیزم جناب آقای اربابی، جناب آقای شاهین نژاد و جناب آقای وفا یغمایی. بنمایه های تاریخی اساسی ترین مطالبی هستن که ما باید روی اونها کار بکنیم. 28 اکتبر سال 539 قبل از میلاد برابر با 7 آبان ماه برابر است با رویدادنامه نبونی ستون سوم بندهای 18 و 19 کوروش وارد بابل شد. خب چه فرقی داره؟ هوخشتره هم وارد نینوا شد، کشت و کشتار. از اون بر آشورپنیبال وارد ماداکتو و شهرهای ایرانی شد، کشت و کشتار. کوروش کشت و کشتار نکرد. درود میفرستم بر شاه شاهان، شاه ایران، شاه سومر، شاه بابل، شاه ماد، شاه لودیه، شاه جهان، کوروش هخامنش. یکی از پرمناقشه ترین مباحث تاریخ آسیای جنوب غربی و به تبع جهان شخصیت کوروش هخامنشی و سلسله هخامنشیان می باشد. امروز روز شما در ایتالیا نگاه بکنید، به عنوان کشوری که 700 سال با امپراتوری های اشکانی و ساسانی جنگیدن، اولین مباحث تاریخی خودشون رو در رابطه با کشورهای دیگه هخامنشیان قرار میدن. تاریخ هخامنشی منابع زیادی برخلاف تاریخ معتاد داره. از جمله این منابع ما میتونیم از تاریخ یهود شروع کنیم، مجموعه کتاب های تنخ. متأسفانه من در ایران شنیدم که میگن آقا تورات مال سال 950 قبل از میلاد بوده، چه ربطی به دوره هخامنشی داره؟ اینا همه جعلیات هستش. من اینجا لازم میده ذکری بکنم که تنخ از سه قسمت تشکیل شده. اسفار خمسه تا حدود 950 قبل از میلاد بوده و بعد از اون نبیون اسرائیل آمدن و کتابهایی رو به ترتیب آوردن که این کتاب ها نزدیک یا بعد از دوره کوروش هخامنشی در دوره هخامنشیان به تحریر نوشته شده، حداقل تا قرن سوم قبل از میلاد این استمرار پیدا کرده. پس این دوستان باید این آگاهی رو به دست بیارن که تورات مجموعه یک کتاب واحد هست، پنج اسفار خمسه، اما این تورات خودش بخشی از تنخ هستش که کتاب‌های حقوق و ناهون، کتاب‌های ارمیا و اشقیا، کتاب حزقیل، کتاب حجی و زکریا، کتاب نحمیا و عزرای نبی که یکی از مؤثرترین نبیون بنی اسرائیل در تدوین کامل کتاب تنخ هستش، کتاب دانیال نبی، کتاب استر، کتاب‌های مثل کتاب جودیت و نویسندگانی که در قرن سوم قبل از میلاد حضور داشتن به عنوان یهودی مثل یوسف فلاوی، اینها نویسندگانی هستن که راجع به شخص کوروش، کتابایی هستن که راجع به شخص کوروش یا سلسله هخامنشی، داریوش اردشیر ساختار اونها صحبت کردن. کتاب دوم تواریخ تنخ هم جزو این منابع محسوب میشه. از جمله کتابهای دیگه که ما میتونیم منابع دیگه که نام ببریم، منابع ارمنی هستن. ارمنی ها یا
الان مناقشه ارمنستان و آذربایجان هستش، یکی از ملت‌های تاریخی سرزمین آریاورته هستند. اینها نویسندگان زبردستی داشتن، مارال آپسکاتنیا، بارادانس، آگاتاژ ارمنی، خصوص بیزانسی، زنون گلائی، موسا خورینی. اینها نویسندگانی هستند که کتاب‌های تاریخی نوشتن که اشارات و شرح‌های راجع به سلسله هخامنشی رو برای ما به یادگار گذاشتن. از طرف دیگه ما با نویسندگانی که میشه گفتش که تقریبا با عدر ستیز کشورشون یا دولت‌ها شهرهاشون با هخامنشیان در اومده مواجه هستیم، یونانی ها، هرودوت، گزنوفون، گتزیاس، پلوتارک، آتنه، آپین، آخالیوس، آریان، زوب، خیلی نویسنده ها داره، تنوموپوس، تئوفراتوس. اینا نویسندگانی هستن که در مورد سلسله هخامنشی نویسندگی هایی کردن. دیودور سیسیلی، دیوکاسینوس، جوستین، فیلون، خیلی کسای دیگه هستن که این کتاب ها رو نوشتن. اما مهمترین نکته که در رابطه با تاریخ هخامنشی مطرح هست این هستش که برخلاف دوره مادی که ما نوشته از خود مادها نداریم، خود هخامنشی ها کتیبه هایی دارن. هنری لارینسون در قرن 19 هم به ایران اومده، کتیبه بیستون رو نقش برداری کرده، یعنی کپی برداری کرده، این رو برده و متوجه شدن که عظیمترین شاهنشاهی جهان رو ایرانی ها داشتن، که بانی این شاهنشاهی بزرگ کسی به غیر از کوروش هخامنش نیست. کوروش هخامنش ماشیا. چرا ماشیا؟ ماشیا لقبی هستش که در تورات کتاب اشعیا به کوروش داده شده. کتیبه های هخامنشی شامل کتیبه بیستون، سه کتیبه از خود کوروش هخامنش موجود هست، کتیبه های تخت جمشید، کتیبه های نقش رستم، کتیبه های کانال سوئز در مصر، اون کانالی که داریوش هخامنشی به انجام رسوند، بعدها در قرن 19 هم مدلی شد که این کانال سوئز کنونی رو ایجاد بکنن. سرکار پهناده، شما گفتین نامیره که در تورات از کوروش میاد مشایا گفتین، این همون برابر همون مسیح است و مشیخ هست. مشایا یا ماشیا یا مسیحا یا مشایها، این کلامه هست به معنای این هستش که از طرف کهنه روغن مقدسی رو به این تطعیم میکنن، یعنی این مال خدا هستش، معنی اصلی اون هستش. در تطور قوم بنی اسرائیل به معنای نجات بخش هستش. بنی اسرائیل یا یهودیان بر این قائل هستن که کوروش هخامنشی اراده خداوند هستش، دست قدرتمند خدا کوروش هخامنشی رو آورده، و این ماشیا به از این لحظه بسیاری از یهودیان معتقد هستن که ماشیا بوده. در رابطه با کتیبه های همدان، کتیبه‌ای که در وان پیدا شده، شهر وان ترکیه پیدا شده، کتیبه‌ای که در جزیره خارک پیدا شده، از همه مهمتر استوانه کوروش هخامنشی هستش که متاسفانه شنیدم یکی از استادان دانشگاه تهران بود، الان اسمش الان از ذهن من رفت بیرون، دچار کرونا شده و خیلی ناراحت شدم از این مبحث. ایشون استاد بی‌نظیر در زبان ادب فارسی، فارسی باستان، به خصوص زبان ایلامی هستن، یعنی سه نفر در زبان ایلامی هستن، یکیشون ایشون هستش که می‌دونم که خداوند شفای عاجل بهشون بده. از دیگر موارد ما میتونیم مورخان بابلی رو در نظر داشته باشیم، مورخان بابلی و آشوری. در کتیبه شلمانسه به صراحت از پارسوماش نام برده شده. کتیبه آشوری بنی پال 646 قبل از میلاد، تا اونجا که تو ذهنم هست، در سابقه با پارسوماش از شخصی به اسم کوروش و پسرش آراکو صحبت میکنه، که این اشاره هستش به کوروش و کمبوجیه که به ترتیب پدر و پدر بزرگ کوروش محسوب میشدن. رویدادنامه های بابلی مهمترین سندی هستش که
انکار کنندگان شخصیت کوروش رو در این 41 سال گذشته به قول معروف چکار میکنه؟ خل اصلاح میکنه. رویدادنامه ها از نبو نصیر 747 تا 734 پیش از میلاد سلطنتش بوده آغاز میشه تا دوره حکومت سلوکوس دوم از پادشاهان دوره سلوکی بعد از اسکندر مقدونی حدود سالهای فکر کنم 245 تا 226 پیش از میلاد هستش. این نوشته های رویدادنامه های بابلی هستش. رویدادنامه های بابلی چی میگه به ما؟ از شکست آسیاک صحبت میکنه، از ورود کوروش صحبت میکنه و این یکی از به قول معروف معتبرترین سندهای دوره باستان هست که به دست ما رسیده. من اینجا سخن خود را کوتاه میکنم و در رابطه با شخصیت کوروش از دیدگاه موافقان و مخالفان در ادامه برنامه سخن خواهم گفت. تشکر میکنم. بسیار سپاس به شما و امیدواریم که این برنامه باز هم داشته باشیم پیرامون کوروش، زیرا که سخن در این باره فراوان است و زمان اندک. من سراغ سرکار شاهین نژاد میرم و این پرسش رو که کوروش چگونه زایش و آفرینش کوروش رو بفرمایید و اینکه چگونه چنین کسی چه کرده است که چنین کسی تا بدین پای شکوهمند میشه در تاریخ و به راستی کسی در تاریخ به اندازه او دارای این فرح نیست. البته حالا در این باره سخن بسیار است. افزون بر این بیافزایم که همیشه چهره های بسیار شکوهمند و خوب تاریخ اینها از زمین برخواسته میشن، چهره آسمانی به خودشون میگیرن و زایش اونها هم یه زایش شگفتی نه هست، زایش ساده به مانند دیگران نیست و همواره هم در اون آسمان میمونن و از اون آسمان یاری میگیرن، چیز خداگونه میشه و کوروش یکی از اونهاست. شاید کوروش در خانش های تاریخی یکی از اون چند چهره بسیار باستانی باشد. بفرمایید سرکار شاهین نژاد. سپاسگزارم. درود بر شما و درود بر همیهنانی که بیننده و شنونده برنامه هستن. در باره کوروش وقتی سخن میگیم، با اینکه داریم در باره چهره تاریخی سخن میگیم، بخوایم یا نخواهیم داریم یه سری جریانات فکری رو از هم دیگه متمایز میکنیم. جریانات و طیفی که مبناشون و بنیادشون بر پایه ایرانه و میکوشن تمام المان‌ها و عناصر ایرانی رو که میتواند کمک بکنه امروز ما از بحرانی که به عنوان یک ملت، به عنوان یک قوم دچار شدیم رهایی بده و جریاناتی که میکوشن که سرنوشت این کشور رو به جاهای دیگری ببرن. صحبت از کوروش، انتقاد از کوروش، تعریف از کوروش، ستایش کوروش یا نکوهش او به حق و ناحق در حقیقت یک جبهه‌گیری ایران دوستان در برابر ایران ستیزان شده و این باعث شده که مقداری از فضای علمی گفتگوها بیرون بیاد و رنگ و بوی شدید سیاسی بگیره و حتی رنگ و بوی اعتقادی. مانند کوروش داریم چهرهای دیگری، مانند زرتشت، مانند فردوسی که جبهه‌گیری که علیه این شخصیت‌های تاریخی میشه، جبهه‌گیری علیه یک فرد نیست، جبهه‌گیری علیه یک موجودیت، موجودیت ایران. بنابراین در مورد کوروش وقتی سخن میگیم باید بیایم ببینیم که کوروش یک فرد در میان یک جمع که متمایز شده از اون جمع، یعنی یک چیز متفاوتی از محیط پیرامونش بوده، یا برآمده و برکشیده شده و برایندی از شرایط حاکم بر پیرامونش بوده. این خیلی مهمه. ما مطمئنن نمیتوانیم منکر اثر محیط بر شکلگیری شخصیت ها بشیم. یعنی توی مثلا شرایط اواخر دوره قاجار ایران میطلبه که یک نفر با چکمه بیاد، با اراده بیاد، با عرق ملی بیاد و بخواد که با چوب و چماق و مشت آهنین این کشور رو جمع جور کنه، نگهش داره و کسانی رو که عزمشون رو جذب کردن برای نابودی ایران رو بکوبه. اونجا مردم ایران در ذهنشون احتمالاً
دنبال یک شخصی مثل گاندی یا نرسون ماندلا نیستن، دنبال رضاخان سردار سپه هستن که پیداش میکنن. شاید اگر رضا شاه آینده یا اون رضاخان میرپنج نیومده بود، یک شخصیت دیگری و جامعه میزایید، یک شخصیت دیگری در دامنه ایران رشد میکرد و اون میامد همون نقش تاریخی رو بازی میکرد. یعنی نیاز یک جامعه هست که یک شخصیت پرورده بشه و بیاد و کمک کنه که کشور از یک بحرانی نجات پیدا کنه و بره رو مسیری که باید بره. کوروش رو به درستی میشه برآمده از بستری دونست که بستر فرهنگ ایرانی است. یعنی نگاه خردگرا، نگاه دادگستر و نگاه زندگی دوست ایرانیان میاد و در دامنه خودش چهره میپرورونه که یکی از این چهره ها ممکنه ده ها چهره باشن، یکی به خاطر شرایط ویژه‌ای که ایجاد میشه، یعنی تمام این قطعات حاضر کنار هم قرار میگیره و اون رخداد رو شدنی میکنه، انجام میشه و کوروش میشه برای شاخص، نه برای ایران بلکه برای جهان. من اشاره میکنم به سخنی که یا روایتی که گزنفون میگه در مورد کوروش، در مورد پرورش کوروش، مثلا کتابش سایروپیدیا در مورد پرورش کوروش. ولی یک روایت خیلی ظریفی اونجا هست، میگوید کوروش در سن کم، هنگامی که هنوز شاه نشده و پدرش پادشاه محلی در یه منطقه است در انشان به اصطلاح، شاید میشه حدودای کوکیلویه امروزی، بیرون ساختمان یا اون بنایی که مثلا کاخ محلی است ایستاده و دو نفر رو میبینه در برزن که این دو نفر، یکی درشت اندامه و قد بلنده ولی جامعش رختش به تنش بسیار تنگه و داره زار میزنه به تنش و خیلی آدم ناراحته، و فرد دیگری که ریز اندامه، ریز جسه است ولی این ردا و لباسش بسیار گلگوشاد و بزرگه و اونم به تنش زار میزنه. کوروش به سربازی که کنارش بوده میگه اون دو نفر صدا بزن بیان. اون دو نفر میان، میگه شما بروید جامعتون رو با هم عوض کنید. اینا رختشون با هم عوض میکنن، هر دو در اون رخت و جامعه تازه آسوده و راحت و برازندن. میگه خب بروید. این روایت رو کوروش میره به مادرش میگه، میگه من امروز یه همچین کاری کردم. پرسش من از شما مادر اینه که کاری که کردم داد بوده یا بیداد؟ داد بوده، چون به دو نفر این امکان رو دادم که از سختی بیرون بیان، هم آسایش و آرامششون تضمین شده هم برازندگی و زیبایی. ولی بیداد بوده چون من حق گزینشون دو آدم ازشون گرفتم، مالکیت خصوصیشون هم سلب کردم. این مشخصه که مادر این فرزند با فرزندش داره کار میکنه راجب مسئله داد، دغدغه بزرگ ایرانی ها، همون فاکتوری که پیش از کوروش در آغاز دوره حکومت مادها باعث میشه که شخصیتی مانند دیاکو چون داور دادگریست بیاید و شاه بشه. بنابراین این بحثات و جامعه ایرانی دست کم بین فرزانگانش بوده، در سطحی که افراد میشستن و بحثای در مورد مفاهیم انتزاعی میکردن این سخنان پیش میامده. وقتی فرزندی از مادرش اینو میپرسه مشخصه در خانه این صحبت ها انجام میشده. شما این فضا رو در 2500-600 سال پیش در جای دیگری نمیبینی. بنابراین کوروش میوه و فراورده اون باقی است که ما به عنوان باغ فرهنگ ایران شهر میشناسیم، که این باغ میاد و میوه هایی میده. برخی از این میوه ها بسیار شاخص میشن به خاطر اینکه در زمان درست و مکان درست اومدن و جلوه کردن. مطلب دیگری که خیلی مشخصه اینجا، بسیار به نظر من مهمه، هنگام ورود کوروش به بابل و کلن رفتار او با شکست خوردگان و ویژه آزاد کردن فنیقی ها و یهودی ها در بابل بدون پیش شرط، بدون پیش شرط، یه مطلب بسیار مهمی رو داره به ما نشون میده در مقایسه با یونان یا همون اصلا میرم سراغ خود آتن در چندی پس از کوروش. آتن به عنوان پدر دموکراسی امروزی میاد قرارداد میگذاره که برخی از افراد شهروندن و برای همین حق و حقوقی دارن، که این افراد باید برده نباشن، یعنی فرد آزاد باشن، باید ملک داشته باشن و باید مرد باشن.
اگه این سه شرط رو داشته باشن، مرد باشن، برده نباشن و صاحب ملک باشن در آتن، اینا حق رأی دارن. پس این قرارداده به خاطر انسان بودن انسان بهش داده نشده، چون اگه اینگونه بود باید زنها هم انسان بودن دیگه، بردگان هم انسان بودن، مردهای آزاد غیر صاحب ملک هم انسان بودن، ولی به اونا داده نمیشه، بلکه این حق به عنوان یه قرارداد بهشون داده میشه. در حالی که کوروش رفتارش پس از آزادسازی بابل نشان دهنده این است که کوروش، که بازم تاکید میکنم برآمد از یه فرهنگی است، از خلا نیومده، در یک چهار دیواری بسته پرورش پیدا نکرده بیرون بیاد، بلکه از دل تاریخ و سیر رخدادهایی که فرهنگ ایران رو پخت و پخته تر کرده برآمده، بدون پیش شرط بردهداری رو نقض میکنه، بردگان رو آزاد میکنه و بهشون امکان میده که برگردن به سرزمینی که از اونجا آمدن اگه میخوان برن، و اگه میخوان بمونن میشوند شهروند همینجا، همچنان که اون گونه شد. این تفاوت نگاه در این که حق و شما به خاطر انسان بودنتون دارید، یا اینکه این حق رو من به شما توی قرارداد میدم بعدن هم میتونم توی قرارداد از شما بگیرم، نگاه ایرانی و نگاه آتنی متفاوت، این نشان دهنده دو تا جهانبینی بسیار بسیار متفاوته. و این جهانبینی متفاوت باز برمیگرده به ویژگی های فرهنگی، به خصیصه های قومی و به عرف جامعه. سرکار شاه نژاد، زمانتون به پایان، ولی این بخش فره شاهی و فره شاهنشاهی رو در بخش دومی که به شما برمیگردیم حتما با کمال سخنتون رو بفرمایید. بسیار سپاس. من یه نکته هم بیافزم دنبال سخنتون، که همیشه زمان فرزند خودش رو به راستی نمیزاید، گاهی فرزند کج میزاید، فرزند بد آفرید هم میزاید، همیشه این گونه نبوده. ولی من سخن شما رو میدونم، یکی از فاکتورهای تاریخ اینه که بزرگان همواره فرزندان زمانشون هم بودن، گاهی فرزندان بد همین زمان زاییده برای ما. سخن من رو شما میگیرید که تاریخ یک دست نبوده. بسیار سپاس به شما. میریم سراغ سرکار وفای گرامی. سرکار وفا، میخوام این بپرسم که کوروش چه کرد که زود در چشم پیرامون خودش یه شاه غارتگر، یه شاه ویرانگر نبود، بلکه یه شاهی بود که بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ پیرامون دوست می‌داشتن که زیر چتر او برند و فرمان روایی یا شاهنشاهی رو بپذیرند. چه کردین؟ بفرمایید به بخشی از این پرسش اکنون پاسخ بدین. امیدوارم که اگر چیزیمون به بخش دوم برسیم. بفرمایید. با درود به همیانان و استادان ارجمندم که در این جلسه حضور دارند. من گوش کردم، صحبت‌ها بسیار جالب بود. من فقط در ادامه می‌خوام بگم روی صحبت‌های جناب شاهین نژاد، شخصیت کوروش همیشه سوال برانگیزه. اون نکته ای که ایشون گفتن من هم برانم که کوروش زاده یک فرهنگ بسیار نیرومند باید باشه، برای اینکه نمیشه همینطوری از درون یک فرهنگ غلط، فرهنگی که انسان رو به رسمیت نمیشناسه، فرهنگی که اینقدر زیبا بوده که در کتاب هموطنان یهودی ما و یهودیان سراسر جهان به عنوان پیامبر و نجات دهنده از اون یاد کردن. این سوال پیش میاد که چرا کوروش این چنین است؟ ما شخصیت‌های بزرگ کم نداشتیم در تاریخ، بزرگ به مفهوم اینکه کشورهای زیادی رو گرفتن. مثلا آتیلا هم فرد بزرگی بود و کشورهای زیادی رو فتح کرد. در بعضی کشورها هنوز محبوب، مثل ترکیه. حتی جالبه که من برام تعجب آور بود که آقای حجازی فوتبالیست خوب ما اسم پسرش گذاشته بود آتیلا، ولی آتیلا کوروش نبود. یا چنگیز خان مغول، بزرگترین امپراتوری جهان رو از نظر وسعت به وجود آورد، 22 میلیون کیلومتر مربع، ولی چنگیز خان کوروش نیست. افسانه هایی هم که میسازن خیلی عجیب غریبه. بیشتر شخصیت های تاریخی مثلا میدونید که اسکندر رو میگن که شوهر، مثلا پدر اسکندر خواب دید که رحم همسرش مهرموم شده و وقتی پرسید گفتن که او فرزند زئوس، قبل از تو از او باردار شد. یا چنگیز رو میگن که صاعقه برآمد و خلاصه بر شکم مادر چنگیز خان خورد و چنگیز به دنیا آمد. و
ولی هیچ کدوم زیبایی و نجابت چهره کوروش رو ندارند. اینجاست که ما نیاز به یک واقعا روانشناس داریم، کسانی مثل فروم، مثل یون، که شخصیت درونی رو بررسی بکنن. این شخصیت درونی زائده شرایط اجتماعی و فرهنگیه. مثلا ما به مردم شناسان که رجوع میکنیم میبینیم که میگویند در کشورهایی که آریایی ها زندگی میکردند، اینها فرهنگشون طوری بود که کانیبالیزم یا آدمخواری مثلا 2000 سال قبل از سایر مناطق به کناری رفت یا قربانی حیوانات ممنوع اعلام شد. کوروش در اینجا در فرهنگ هندو اروپایی آریایی، فرهنگی که امثال زرتشت اون رو هدیه دادن، و وقتی مقایسه میکنیم واقعا این مقایسه ساده بدون نظر، من فکر کنم دفعه قبلم گفتم کتاب گاتها رو وقتی میخونیم که نگاهی که پروردگار گاتها داره، چه ما اون رو به عنوان یک پروردگار راستین بشناسیم که واقعیت داره، چه به عنوان یه واقعیت تاریخی، چون الله برای من واقعیت فلسفی و واقعی نداره ولی واقعیت تاریخی داره. 1400 ساله که زندگی ما رو داره تنظیم میکنه و بر اساس قوانین اون قانون اساسی مملکت ما نوشته شده، دارن زنهامون رو کتک میزنن، خواهرانمون رو کتک میزنن، پس وجود داره. ولی این وقتی میگه که اهورامزدا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید، و یا اینکه زرتشت میره دختر خودش رو براش پیشنهاد میکنه که با فلان کس ازدواج کن، ولی اگر نمیخوای خودت مختاری، یا در شاهنامه ما زنهایی رو میبینیم که هم جنگاورن و هم زیبا، دو ابرو کمان و دو ایسو کمان، گردآفری، تأمینه، اینا زاده یک فرهنگه. کوروش ما اینجا پیدا میکنه و اینجاست که وقتی بحث میشه پا رو هویت ملی من سفت میکنم، میگم که ببینید هویت ملی حتما نباید مثبت باشه. مغلها هم هویت ملیشون از چنگیزخان میگیرن چون واقعی است تو مغولستان، ولی ما یه هویت ملیمون با کسی آغاز میشه که بسیار چهره زیبایی است و نه تنها ما خودمون به اون افتخار میکنیم و هیچ کس نتونست در طول تاریخ دشمنان کوروش، چهره کوروش رو خدشه‌دار بکنن. حتی جمهوری اسلامی که شما نگاه بکنید کوروش نماد مقاومت در مقابلشه، چون دعوای اصلی ما هویت اینجا، من ایرانی که روزگاری اکس مسلمان بودم و اکس مسلم بودم، روزگاری مجاهد بودم، می جنگیدم در لوای اسلام، در طول 30 سال سرانجام رسیدم در سنین میانسالی به سرچشمه‌ای که هویت من کیست، محمد است و علی یا کوروش، و فهمیدم کوروش از این جنگ اصلی است که اینا دارن و شکست خوردن. یعنی حکومتی که فنر داره بر ایران حکومت میکنه زانو زد در مقابل فرهنگ و زانو زد در مقابل هویت، و این رو ما باید باز کنیم با نشان دادن چهره‌های زیبای فرهنگ خودمون. و همینجا من تاکید میکنم روی نکته‌ای که اشاره کردن دوستان، کسانی که سودای تکه پاره کردن ایران رو در سر میپرورانند، و به نظر من هر آن کسی این رو داره خیانت به آب و خاک و ملت، این خیانت ملی است. برای اینکه ما دیروز به وجود نیومدیم، 2500 چند سال قبل شناسنامه ما رو زیباترین چهره جهان که اگر بپردازیم خودش یک برنامه است که نظراتی که افراد در مورد کوروش دارن چیست، از گزنفون گرفته تا کسانی که در دوره حاضر بودن تا ویلدوران تا کنتو گوبینو، اینا واقعا زیباست که وقتی می نویسن که کوروش می رفت در صف سربازان خودش می ایستاد، مثل اونا غذا می گرفت و لباس می پوشید، و یا اینکه درشتی نمی کرد، شوخی می کرد، و یک شاهی که شاه شاهان بود این چنین. خب اینجاست که ما میستیم میگوییم که در آینده بر اساس هویت ملی ما که ترکیب شده از هویت‌های حقیقی ایرانی ها مثل کرد و لور و ترکمن و بلوچ و گیل و مازندری، مجلس ملی ما باید تشکیل شود و اون تصمیم بگیرد، زیرا ایران متعلق به همه است. کسی که در تبریز هست همونقدر در تبریز حق داره که در بلوچستان، زیرا کوروش بالای سر همه ما ایستاده، و کسی که در یزد در زندگی میکنه همینقدر حق داره نسبت به خاک کردستان که کرد نسبت به خاکی است، زیرا ما از زیر بوت عمل نیامدیم.
3000 سال قبل زاده شدیم، شناسنامه ما را زیباترین چهره تاریخ کوروش برآمده از فرهنگ ایرانی، فرهنگ آریایی صادر کرد و این پایه های مصوان مطمئنم که ایران استوار خواهد ایستاد بدارد همین پایه ها. من به همین از اکتفا میکنم و بقیه صحبت میذارم برای بعد. صداتون بعدی. سپاس، بسیار فشرده و نغز گفتی سرکار وفا. من بیافتم که ما بیگمان مایه های فرهنگی بسیار شکوهمندی داشتیم. اگر اکنون همین قبار را ما بزداییم، بسطوریم، ما اونها رو با دیاریم بالا و از اینها مایه بگیریم، جان بگیریم برای پیشرفت خودمون. بیگمان همچنان که شما گفتید، همچنان که سرکار نژاد گفتن، ما مایه های فرهنگی و از درون مایه های فرهنگی است که چهرهای بسیار شکوهمندی چون کوروش و بزرگان دیگری پدید زاده می شوند. برمیگردیم سراغ سرکار پهنادایان، چون شما پیرامون تاریخ این بخش بسیار در بخش نخست گفتین، فراگیر سخن گفتین. اکنون من میپرسم از این که در این 3-4 میدونی که درباره کوروش چه میان رودان، یهودان و یونانیان نوشتن، البته بخش خود ایرانیان بماند، چه چیزهایی در این نوشته ها بسیار برجستگی یا برجسته بوده و تو همه نوشته ها آیا همش از دلاوری و گذشت بوده است یا کارهای دیگری هم کوروش کرده؟ بفرمید. جناب اربابی، من هنوز به مطلب قبلی پایان نیافته. من اولا درود میفرستم بر جناب آقای شاهین نژاد و جناب آقای وفا یغمایی. حرف حق رو زدن، هویت ما، هویت ملی ما. یعنی من دیگه ایرانی ها دیگه چی میخوان بگن؟ تجزیه طلب ها میخوان چی بگن؟ مارکسیست ها، کمونیست ها میخوان چی بگن؟ هویت ما کوروشه. من با در رابطه با کارهایی که بررسی میکردم برخورد کردم به یه آقای به اسم آقای حکیم روازاده که خودش رو پژوهشگر طب ایرانی اسلامی میگه، هم دنبال آقای تبریزیان و اینها که افتضاحشون در بحران کرونا کاملا مشخص شد. ایشون میگه با بیان این که مطالعات زیادی کرده در تاریخ ایران و باستان، نام کوروش وجود نداره و میگه متاسفم این بگم که بسیاری از فرزندان ما تو طول این 40 سال گذشته نام کوروش رو بر خودشون گذاشتن. بعد میگه بعد باز نقض غرض میکنه، میگه پادشاهی به اسم کوروش وجود نداره، اما کوروش یهودی بود که یهودیان رو ابابل نجات داد. باید گفت که یهودیان نجات پرست و جنایت‌های زیادی در طول تاریخ انجام دادن، از جمله مثلا اشاره به کوروش داره میکنه. نمیدونم اگه کوروش وجود نداره چطوری یهودی شده. بعد ادامه میده میگه که کلمه هخامنش هم جایگزین کلمه خاخامنشی کردن، درست زمانی که مردخای خاخام‌های حکومت را در دست گرفتن. البته من یک مطلبی هم راجع به همه هخامنش و خاخامنش شنیدم. دانشگاه برالاین در اسرائیل یک مجمع ایران شناسی گذاشته بود، متاسفانه نتونستم با اون دانشگاه تماس بگیرم و ببینم که منظور اونها در اسرائیل چی بوده. اما بیشتر تمام ما، من هم ایرانی هستم چون در جنگ های ایران و عراق 3.5 سال شرکت کردم، مجروح شدید شدم تو اون جنگ ها. در سال 88 در شورش هایی که مردم ایران شرکت کرده بودن در اعتراضات شرکت کردم، توسط نیروهای رژیم گلوله خوردم، خون دادم برای ایران. در این حال که ایرانی ایرانی هستم، اسرائیلی هم هستم، اما در یک چیزی ما با هم مشترک هستیم، ما در کوروش با هم مشترک. ما همه ملت‌های سرزمین آریابرته هستیم که شاه شاهان ما، ماشیای ما و پادشاه ایرانی ها یکی است و اون هم کوروش هخامنش. اینها میاین میگوین که نام کوروش نیومده. من اینجا این وظیفه رو از سر خودم باز میکنم به حضرت عالی و جناب آقای شاهین نژاد میذارم. در دوره در شاهنامه ما با شخصیتی به اسم کیخسرو مواجه هستیم. عصر ساسانی اگر کوروش نیومده باید بگردیم که چرا نیومده. دوران ساسانی دوران اساطیری است، دوران دین است.
کیانیان و پیشدادیان فاصله 500 سال تا دوره هخامنشی که اشکانیان بودن، این رو باید در نظر بگیریم. خود سلسله ساسانی از بازرنگی ها، از باقی‌مانده هخامنشی ها بودن. چطور؟ حالا در دوره ساسانی که خدای‌نامه ها تدوین شده که پایه های شاهنامه هستش، ما باید به فرهنگ اساطیری رو ببینیم و کوروش در فرهنگ اساطیری پیدا بکنیم، که این وظیفه من نیست، وظیفه حضرت عالی و جناب آقای شاهین نژاد هستن که در این رابطه، در رابطه با شخص کیخسرو و بهمن اینها توضیح بدن. اما دوران اسلامی این آقای حکیمزاده چگونه میخواد صحبت کنه؟ من از مارکسیستای ایران صحبت میکنم، طبری، محمد ابن جریر طبری، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 542 میگوید بختالنصر صدقیا آخرین پادشاه یهود را کشت، شهر را ویران کرد، پیکر را ویران کرد و او را چشمش را میل کشید و جلوی فرزندانش را جلوی او سر برید. خب تا اینجا. بعد میگه یهودیان را به اسارت، بنی اسرائیل را اسیر کرد به بابل بود. تا اینکه کوروش آمد. کوروش پسر جاماست، پسر اسب، به سبب خیشاوندی که با آنها داشت بیت المقدسشان را بازشان بود، زیرا مادر کوروش حاویل و به قولی حاویل اسرائیلی بود و همه مدت پادشاهی صدقیا با سه پادشاه برپا بود. یه همچین چیزی رو طبری نوشته. نویسندگان دیگر اسلامی توی ابو ریحان بیرونی ما میخوایم چه کار کنیم؟ آثار الباقیه انه قرون خالیه. چه کسی ممانند ابو ریحان بیرونی نام کوروش رو در تاریخ ما زنده کرده، نام هخامنشیان رو زندگی کرده؟ کتاب تحدید و نهایت الاماکن لتصحیح المسافت المساکن ابو ریحان بیرونی به صراحت میگوید کوروش داریوش کبیر ترعه عظیمی را بین مصر و دریای پارس حفر کرد، که اینو منابع یونانی هرودوت، ارسطو، استرابون، دیودر سیسیلی، پولیانوس ذکر کردن. ابو ریحان هم از اونها ذکر کرده. آثار باقی به صراحت کوروش البافی البیت المقدس، قنبوس کمبوجیه، داریوش اول رو ثبت کرده. بعد از اون ما ابوالفرج قریقوریوس بن اهرون رو میبینیم. این شخص به اسم ابن الابری 680 تا 623 از سرآمدان دانشگاه روزگار خودش بود. کتاب معروفش هم این اسخب الان یه لحظه مختاریخ المختصر دوبل در ایران چاپ شده، ترجمه شده، به صراحت نام تمام شاهان هخامنشی رو بود. پس دوران اسلامی خیلی وفادارتر از دوران کنونی هستش که منکر کوروش هستن، منکر هخامنشی هستن، منکر جاپایی هستن که به عنوان هویت ملی ما هستش. تاریخ یعقوبی رو ببینیم، علی ابن حسین مسعودی رو ببینین، مروج الذهب و معادن الجوهر جلد یک به صراحت از نام کوروش نام میبره. کتیبه های بابلی و آشوری رو میخوان شما چه کار بکنین؟ کوروش وجود تاریخی هست، کوروش یک حقیقت جاودانه تاریخ هست، نه تنها برای ملت دولت کنونی ایران، بلکه برای ملت دولت اسرائیل هم یک حقیقت جاودانه هست. ماشیای ما هستش، شاه شاهان ما هست، شاه شاهان ایرانیان هستش. من نگاه میکنم در جمهوری اسلامی، نگاه میکنم این حکومتی که پر از ظلم و جور هست، خودتون رو با کوروش مقایسه کنید، میبینم فروپاشی فکری از همه جا گرفته شده تو این جمهوری اسلامی. کسی که خودش رهبر ایران میدونه، برادر خودش رو میکنه رئیس بنیاد ایران شناسی. ایشون با خبرگزاری جمهوری اسلامی صحبت میکنه، چی میگه؟ برخلاف برادرش صحبت میکنه. برخلاف برادرش چی میگه؟ میگه کوروش و پسرش جهاد در راه خدا کردن، توحید را در ایران و سرزمین های مصر بنیاد نهادن.
ما قبل این آقای محمد خامنه‌ای، آقای علامه طباطبایی و همین آقای به قول معروف اسمش هم الان از ذهن من رفته، مکارم شیرازی، به صراحت دارن میگوین که کوروش ذوالقرنین قرآنیشون هستش. من آقایی هم به اسم رافعی پور بود، خیلی آدم حرافیست و خیلی به قول معروف زیاد حرف میزنه و به شدت از این سیستم دفاع میکنه، اما وقتی که دو ویدیو از ایشون دیدم در رابطه با کوروش صحبت میکنه، جناحی که در جمهوری اسلامی کوروش هخامنه شاه شاهان رو میخواستن لگدمال بکنن، حذف بکنن، فکر میکنم به شکست کامل رسیدن. خلخالی کتاب نوشته، کوروش رو راهزن توصیف کرده، مرتضی مطهری ایدئولوگ جمهوری اسلامی کوروش یک استعمارگر لقب داده. استعمارگر کیست؟ جمهوری اسلامی است. میلیاردها میلیارد ثروت مردم رو بردن، کشتن، نابود کردن. من در آخر به سوال شما اگر فرصتی باشه در جلسات بعدی میپردازم و پیشنهاد میدم اینجا که اگر لازم هست، من دوست ربایی هم دارم که بسیار متخصص در امور توراتی به خصوص در دوره هخامنشی هم کار زیاد کرده، اگر لازم دیدین در خدمت باشیم، اگر نه من اینجا عرایزمون تموم میکنم. تشکر میکنم. لطف حضرت عالی، بسیار سپاس به شما گرامی، با مهر پرشورتون به سرزمینتون ایران و چهره های شکوهمند تاریخ که به راستی کوروش هم ایرانی است و هم جهانی است و هر آن ملتی را که کوروش را نیای خودشون میدونن به راستی از آن آنان هم هست بیگمان. سپاس به شما. سراغ سرکار شاهین نژاد بریم و این بخش رو بمانیم روی این که کارهای بزرگ کوروش بیگمان او را به جای برد، به آسمان برد، دست چشم مردمان البته اون بماند، ولی او دارای یک فرح شد و این فرح آنی بود، چیزی بود که در پی کارهایی که انجام داد و مهری که از مردم گرفت، این دو در هم آمیختن و کوروش تا بدین پایه، البته نه در آسمان ها بلکه در آسمان نگاه و چشم ایرانیان نشسته است و همواره هم بالا در اون بالا میشه کوفت. بفرمید. سپاسگزارم. کلن مردم از جمله همیهنان خودمون ایرانیان درباره کسانی که بهشون عشق و ارادت ویژه‌ای دارن داستان پردازی میکنن و این بخش از ویژگی انسانه. شما نگاه کنید الان از زمان رضاشاه یک سده هم نگذشته ولی 60-70 تا حکایت مربوط به کنش‌های رضاشاه رو شما در شبکه‌های اجتماعی میخونی که با توجه به اشرافی که به تاریخ معاصر داریم میبینی 70%ش افسانه است، 30%ش واقعیته که رضا شاه یه روز به این شهر رفت اینجوری شد، یه روز یه آدمی دید اینجوری بود. اینها به خاطر میل مردمه برای بیشتر و بیشتر سخن گفتن درباره اون چهره، چون اون چهره رو مرتب میطلبن. در مورد کوروش هم به طور مشخص شخصیت کوروش از قالب شخصیت تاریخی وارد فضای اسطوره‌ای ایرانی شده و جایی رو باز کرده که تو قلب هاست و طبیعتاً در موردش افسانه هم زیاد گفته میشه. مطلبی که بسیار مهمه عنوانی یا مفهومی به نام فر بود که مطرح شد و چون نه فقط امروز بلکه در هفته‌ها و ماه‌های آینده واژه فر باز هم به کار خواهد اومد در بررسی تاریخ ایران، خیلی خوبه این واژه رو یک بار بازش کنیم که بدونیم دقیقا درباره چه فرایافت یا مفهومی داریم سخن. وقتی متون ایرانی رو شما نگاه میکنیم، چه متون پهلویه که ما ترجمه های فارسیش رو در سرده های نخست هجری داریم، چه شاهنامه، چه بخش های از اوستا مانند یشت ها، کاملا واژه فر دلالت میکنه بر دو مفهوم. داشتن فر به معنای این است که شخص دارای خرد و دارای داده، هم دادگره هم خردمنده. این رو از تو متون تک تک میتونم من دست کم با 100 تا نمونه بیارم که گواه باشن که غیر از این دو معنا فر معنای دیگری نداره.
تصور بکنید در چند هزار سال پیش، حتی پیش از کوروش، در دوره کیانیان و پیش از اون، وقتی انسان‌ها تصورشون تو مفاهیم انتزاعی محدوده، شما مفاهیم انتزاعی ابسترکت رو باید در قالب یه چیز عینی براشون تعریف کنید. شما می‌خوای بگی حقانیت حکومت در اختیار کسی است یا در اختیار جریانی است که دادگر باشه و خردمند باشه. حقانیت برای انسان 5000 سال پیش خوب جا نمیفته، منظورتون چیست؟ برای انسان شاید حتی 1000 سال پیش هم درکش کم سخت بوده، ولی شما میتوانی بگی پرنده است که این پرنده وقتی میره نزد یک چهره، اون چهره صاحب فر میشه، فرهمند میشه. اصطلاح امروزی بعضی خود واژه غربی کاریزماتیک هم براش به کار میبرن. این وقتی فرهمند میشه یعنی صاحب خرده و صاحب داده و بنابراین حقانیت حکومت داره. حالا اگر مانند جمشید در اسطوره‌های ایرانی فرهمند هست ولی پس از اندکی خودمحور میشه و به خودش قره میشه و حالا داستانی که گفته میشه، میگوین فر از او رخ بربست، فر از نزد او رفت، این اون پرنده پر کشید و رفت. این شخص حقانیتش رو برای شهریاری، برای فرمانروایی، برای کشورگردانی از دست میده. پس هنگامی که میگیم فر در نزد کوروش، یعنی در نگاه ایرانیان این شخصیتی است که هم خردمنده و هم دادگره. خرد در مفهوم ایرانیش یعنی عقل پرورش یافته، عقل تربیت شده. عقل رو معمولا ساده تعریف میکنیم، ابزاری است برای متمایز کردن سود از زیان. آدم عاقل کاری که به زیانش باشه رو انجام نمیده. خرد یه مرحله بالاتر از اینه. عقلی است که رفته زیر چتر اخلاق. تفاوت سود و زیان رو دیگه ما خرد نمیگیم، ما تفاوت نیک و بد رو خرد میدونیم. برای خردمند کسی است که میتواند تمایز بده نیک از بد رو و کار بد نکنه و نیک انجام بده، و دادگر هم کسی است که هم عادله، یعنی حق هر کسی رو سر جاش میذاره، و هم به اشاع اعتقاد داره، یعنی هر چیز رو در جای خودش قرار میده. برای همین قانونگذار وقتی میشه، یعنی میاد مقررات میذاره که نشأت گرفته از حق طبیعی انسانه. حالا این فر میره در اختیار کوروش قرار میگیره. شما نگاه کنید، پیش از کوروش ما در مورد دیاکو گفتیم که چهره ایست که به خاطر دادگری برگزیده شد که شاه ایران باشه. در شاهنامه ما داریم هنگامی که کیخسرو میخواد کنارگیری کنه از قدرت، میگوید جانشین من توصیه میکنم کیقوباد باشه. بعد میگوین چرا؟ میگه برای اینکه خرد و رای داره، این آدم خردمنده و او میتواند جانشین باشه. این مجموعه خرد و داد که ما هم توی اسطوره‌های ایرانی میبینیم، هم تو تاریخ مدون میبینیم، میاد در کوروش و پس از اون این مطلب فر میمانه در دوره هخامنشیان و بعد در ادامهش در دوره اشکانیان و ساسانیان، و دقیقا مفهوم امروزیش میشود حقانیت فرمانروایی. فر و فرهمندی زمین تا آسمان با اسمت فاصله داره. در تشیع حرف احمقانه که زده میشه، میگن امامان معصوم، یعنی آدم نه اشتباه میکنه، نه لغزش داره، نه گناه میکنه، هرچی هم که از تا ماهی که مرد باید دنبال روش باشید. این چیزیست که به شیعیان دوازده امامی میگن. ولی مسئله فرد در نزد کسی هست تا هنگامی که دادگره و خردمنده. اگر با کنشاش کشور رو به بحران ببره، بیداد بکنه یا بیخردی بکنه، چون فر از او دور شده، مردم نه تنها نباید فرمان بردارش باشن، بلکه باید برای انداختن شرکت کنن. و کسانی که می آیند در نهایت رندی و بیانصافی می گویند مفهوم فر از فرهنگ ایران وارد تشیع دوازده امامی شده و همین اسمت و معصومیت امامانه که امامان رو واجب الاطاعت می کنه به معنی واقعی، یا خیلی خیلی کم مطالعه کردن و یا سیاهکارن و میخوان که کاملا جریان رو عوض کنن. اشخاصی میکوشن که کوروش رو یه ماشین پروپاگاندا معرفی کنن، یعنی بگن که کوروش این کارا رو کرده ولی عوام فریبی میکرده. و خیلی پاسخ ساده است، اگر که کسی بخواد عوام فریبی کنه، کارهایی میکنه که با عرف اون فضایی که درش هست بخونه.
کوروشی که به بابل رفته تا اون موقع کشتن و گرفتن و بردن و شکنجه کردن و بردهداری عرف بوده، برای عوامگرایی که نباید بیاد بردهداری رو لغو کنه. کوروشی که امپراتوریش جانشین امپراتوری آشور میشه که افتخارش اینه که در آوردیم و کشتیم و سوختیم و سر بریدیم و پوست کندیم، حالا میاد سخن از این میکنه که انسان این حقو داره و جانشینانش داریوش میاد میگه که اهورامزدا خوشبختی رو برای انسان آفرید، شادی رو برای انسان آفرید. این کدوم عوامن؟ شما داری خلاف اون چیزی که در جهان رخ میده حرکت میکنی. بنابراین کسی که هرودوت که هیچ علاقه هم به ایران و ایرانی نداره، مورخ یونانی، میگوید ایرانیان از کوروش به پدر یاد میکنند و یهودیا، من صحبت از ایرانیان یهودی نمی کنم، یهودیان غیر ایرانی از او به عنوان مسیحا یا رهایی بخش یاد می کنند، این شخصیت نمی تواند بر اساس پروپاگاندا یا تبلیغاتی که امروز ما در رسانه‌های جهانی می تونیم از یک شخصیت بسازیم شخصیت شده باشه، بلکه کسی است که جهان متمدن آن روز داره میگه آقا این آدم داره ازش به بزرگی یاد میشه. فکر میکنم تا اینجا کافی باشه، هرچند که خیلی سخن در مورد کوروش و شکل‌گیری چهره مانند کوروش میتواند به بحث‌های بیشتری هم بیانجام. من میبینم که یک گفتار دیگر یا یک میزگردی دیگری نیاز داریم. حالا میگم کجا نیاز داریم، به ویژه تو بخش داستان‌های ملی ما، شاهنامه، فولکلور ما، کجا می شود این چهره رو یافت برای اینکه چهره به این بزرگی که تا بدین پای در چشم ایرانیان و پیرامون ایران آسمانی میشه، نمیشه که دود باشه گم باشه، بیگمان اینجا اونجا هست، ولی پژوهشگران مردم شناسی، قوم شناسی و فرهنگ شناسی هستن که این چهره رو میتونن در درون داستان اینجا اونجا بیابن. یه پرسشی داشتم سرکار نژاد، گفتین که کیقوباد، من دستم در رفت، چه کسی کیقوباد رو گفتین که جانشینش باشه؟ کیخسرو رو؟ کیخسرو جانشین برای خودش رو تعیین می‌کرد. این کیقوباد نبود، این لوهراس بود. لوهراس، عذر می‌خوام، اشتباه لوپی کردم. برای اون کیقوباد... لوهراس، دیگران میگن که ایشون خودش و اسبش بر اساس شاهنامه. ما خیلی آدم بزرگتر از این داریم و اونجا کیخسرو اصرار میکنه میگه نه، من در کیلوراس خردی میبینم که میتواند از پس این کار بر بیاد و این نشون میده، چون به هر حال شاهنامه فقط به نوعی تاریخ حماسی که نیست، داره نظام ارزشی ایرانیان رو نشون میده. یعنی شما در جانشین خودت نمیای بگی که ایشون 100 پارچه آبادی داره یا 5000 تا اسب داره، میگه این آدم خردمنده. برای همین اگر شما پیروی منی، من میگم این جانشینه، همون شد رفت. اینا کمک میکنه به ما شناسایی کنیم دغدغه ایرانیان برای فرمان روایی و شهریاری چه بوده. بله، بیاسم که کیقوباد یکی از نیای بزرگ خود کیخسرو هست که با از کیقوباد میآغازد و با کیخسرو پایان میرسد، این بخش از فرمان روایی ایرانیان. بسیار سپاس سرکار شاهین نژاد، بسیار خوب سخن روندین. بماند این بخش رو که ما برمیگردیم در بخش گفتاری که در دو هفته دیگه خواهیم داشت پیرامون خود کوروش. کوروش بسیار جا دارد. اما من میریم سراغ سرکار وفای گرامی که ایشان جان پرشور و اندیشه بسیار گرم دارند در پیوند با تاریخ ما، میهن ما. میخوام بپرسم که کوروش رو در امروز ایران چگونه میبینید و گرایش به سوی کوروش از سوی دوستدارانش و نیز کسانی که آنور ایستادند، خاک میپاشند، کلوخ میاندازند، پنجول میکشند به رخسار شکوهمند کوروش، شما چی میبینید گرامی؟ بفرمایید. ببینید، من حرف دلمو بذارید بزنم و نیز برخی تجربیات. ببینید، کوروش بر اساس واقعیت مثل خورشیدی است که در ایران به نظر من طلوع کرده و داره می‌درخشه. خود حکومت اعلام کرده که در آغاز آمدن ملایان شیعه به ایران، من میگم آمدن چون اینا ایرانی نیستن، من اینو ثابت میکنم، ملایان سنی ایرانی بودند و اینقدر خیانت نکردند به ملت ایران. ابو حنیفه رو شما نگاه بکنید، زندگیشو، چون اینا عالم مذهبی بودن، ملا و روزه خون نداشتن و
ولی اینها از جبل عامل زمان شاه تماس 1100 نفر اومدن، شیخ با ایرانی نیست، کرک ایرانی نیست، اینا اومدن. ولی اینا در ایران کنونی کوروش داره میدرخشه به مثابه هویت در مقابل اینا، و اینا شکست خوردن، هویت جعلیشون داره میریزه. ما علت انقلاب 57 به نظر من این بود که من خودم هم تو این انقلاب شرکت داشتم، به استرا انقلاب، چون انقلاب یه مفهوم رو به جلوه، برای اینکه من هویت نداشتم. تو خیابونای تهران فکر نمی کردم کی داره میره کی داره میاد. آری عدالت خوب است، بیش از دوره محمد رضا شاه باشه خوبه، ولی ما از سلطنت رفتیم به طرف امامت غیر ایرانی و این روزگاری افتادیم که اکنون میبینیم مملکتی که پاسپورتش، گفتم من تاریخ مقایسه ای میبینم، به همین دلیل کسانی که چپ نادان به نظر من، اپوزیسیون هایی که اکثرشون از پوزیسیون محمد رضا شاه عقب تر بودن، من جمله دوستان خود من، من جمله خود من در زندان برشی داشتیم میجنگیدیم. امروز این هویت جعلی که ما رو به دام آخوند انداخت، یعنی من ایرانی که علی ابن ابی طالب، قصدم توهین نیست، قصدم مقایسه است، چون من معتقد به توهین نیستم، محمد ابن عبدالله رو برده بودیم به مصاف و فکر نکردیم آقا به من چه ربطی داره، من زرتشتی که 1500 سال زرتشتی بودم و پدرم کوروش بوده، به چه دلیلی با دنبال ایدئولوژی و جهانبینی بگردم که ایرانی نیست. امروز این طلوع کرد این کوروش، و من امروز پیشنهاد میکنم بیاورید بزرگان خودتون رو به مصاف بزرگان ما سر میز بنشینیم و ببینیم که کوروش چه کرد با همسر آبرادات و رسول الله چه کرد با همسر کنان ابن ربی صفیه که سر شوهرش رو بریدن و شب بردن به رخت خود. ببینیم ورود کوروش رو به بابلون که نکشت کسی رو، و ببینیم که هولوکاست رو که نسل یهودیان رو ورانداختن در عربستان. ما با یهودیان چه دشمنی داریم؟ من ایرانی، وقتی من تاریخ رو، من تاریخ اسلام 30 ساله دارم کار میکنم، میبینم تو عربستان اون روزگار باسوادترین، موحدترین، ثروتمندترین آدم ها یهودیان مدینه بودند که پناهندگی دادن به مهاجرینی که از مکه اومده بودند، و بعد این مهاجرین شروع کردن به غارت کاروان ها، وضع مدینه ریختن به هم. اولش دعوایی نداشت باشون با قوم و قبیله خودش، پیغمبر اسلام دعوا داشت با قریش، بعد که یهودیان اعتراض کردن که ما زندگی داریم اینجا، زن و بچه داریم، کشت و کار داریم، میان درخت های ما رو میبرن، گاو و گوسفندمون رو میدوزن به خاطر حملات شما به کاروانا. خب آیه ناظر شد که آقا جون یهودیان فلان هنده چنان هنده، بگیرید و بکشیدشون. شاهدیم که قبایل بنی نظیر، بنی مصطلق، جنگ خیبر، من وجب به وجب دنبال کردم، صحنه بابلون رو لطفاً مجسم کنند مورخان بزرگ اسلامی، با کشتار بنی قریظه 700-800 نفر رو که سندش رو در مغازه استاد ما محمود مهدوی دامغانی به ما درس میداد تو دانشگاه الهیات، گفت آقا رسول الله فرمود که مردان جوان رو شلوارشون رو ببینید، هر کدام شلوارشون موی رویده گردن بزنید، بچه هایی که شیر میخونن با مادرشون به 60 درهم بفروشید، و اونایی که شیر نمیخونن جدا جدا بفروشید. اینو من میارم به مقابله کوروش در ایران کنونی. امروز به عنوان یک پژوهشگر تاریخ میگم احترام میذارم به چهره های شما علمای اسلام، جناب خامنه ای، ولی این چهره ماست در آخر تاریخ، که ما از اسناد خود شما داریم استفاده میکنیم، از کتاب الرصافی راز بزرگ محمدی، از کتاب المغازی داریم استفاده میکنیم، از کتاب سیره نبوی داریم استفاده میکنیم. شما چرا عصبانی هستید؟ ما که سندی نداریم خودمون. این چهره های شماست، یا علی ابن ابی طالب، دو تا دختر یمنی رو که اون موقع مرز خارجی ایران بود، زمان ابوبکر هنوز به ایران حمله نکرده بودن، خالد ابن ولید اینا میگیرن میارن میدن به ابوبکر، ابوبکر سنش بالا بود، میده به علی، علی اونها رو میبره به خانه و اونها رو به عنوان بالاخره همسر خودش، کنی خودش همبستر میشه و فرزند اونها به دنیا میارن. اینو شما نگاه کنید، یه دختری که از یمن ورشن با شطور رو بردن، پدر مادرش هم بتوانن کشتن با اون رویه خراب، این چهره نامدار اسطوره‌ای مذهبی ماست. طرف مقابل
ماجرای آبرادات و کوروش و اون همسر زیباش پانتا، این که افسانه نیست، کلی تابلو کشیدن. کوروش حتی حاضر نمیشه ببینه به خاطر اینکه دلش نلرزد و اونو بر میگردن. اینجاست که من پای روی هویت ملی و اینجاست که من کوروش رو در امروز ایران درخشان میبینم و نیازی حتی نمیبینم که برم اسناد رو بخونم که ده ها نفر از بزرگان تاریخ برداشتن نوشتن. مثلا من یکی دوتاشو براتون تاریخ نگارانه میخونم. گزنفون مثلا میگه که در کتاب خودش میگه که از یک رهبر عالی قد بود، در تمام اون از هدفی مقدس و عالی پیروی میکرد، او دوست انسانها و طالب علم و حکمت و راستی و درستی بود. کوروش عقیده داشت پیروزی بر کشوری این حق را برای سردار پیروز ایجاد نمی کند که ملتش که از خود را اسیر کند. ده ها مورد اینطوری داره. افلاطون میگه که گزنفون میگه که او عقیده داشت که پادشاه باید مثل شبان باشه برای مردم خودش، نباید فشار بیاره. میگه رادمرد بود، وفادار بود، فداکار بود، برای جیره سرباز در صف سربازا میایستاد. نمونه رو میگه تو تورات رو استاد ارجمن گفت که چگونه میبینن کوروش رو و به عنوان یک قدیس. دکتر گرشمن باستانشناس فرانسوی میگه کمتر پادشاهی است که پس از خود مانند کوروش چنین نام نیکی باقی گذاشته باشد. ایرانیان کوروش را پدر و یونانیان که سرزمینشان به سیر کوروش تسلیم شده او را سرور میخوانند. کنتوگوبینو که در سالهای 1863 در ایران بوده، سفیر بوده، میگه تا کنون هیچ فرد انسانی موفق نشده از اثر کوروش در تاریخشان باقی گذاشت، در افکار میلیون ها نفر به جا بگذارد. ببینید اگه من بخوام بخونم باید یک ساعت فقط فاکت بخونم، ولی فراتر از همه اینها چهره ای که در میان ایرانیان الان طلوع کرده، رژیم ملایان حاکم بر اعلام کرده، وقتی خمینی اومد بیش از 80% اسامی ایرانی شد حسن و حسین و علی، ولی الان بیش از 80% اسامی ایرانی کوروش هست، داریوش هست، سیاوش هست، سودابه هست، رودابه هست، و اسم یعنی یک تغییر فرهنگ، یعنی جامعه داره میچرخه و مردم دارن میفهمن. یه خانمی اومده بود از ایران چند شب قبل، من دیدمش، زن حدود 70 ساله، تحصیلات دانشگاهی نداره ولی بسیار خردمند و با تجربه. موقع ازش سوال کردم گفت شما نیستید، ایران تغییر کرده. گفت که ازدواج که میکنن جوانها، خیلی هاشون خانواده عروس میگن ببینید من زرتشتی شدم، اینو بدونید که دروغ نباشه، و دختر شما که ما ازدواج میکنه میگه کلی زرتشتی پنهان شدن تو ایران جوان ها رسیدن. این یعنی چی؟ یعنی دارن کوروش رو پیدا میکنن دیگه، دارن گذشتهشون رو پیدا میکنن. خب ما، من بارها تو برنامه های مختلف گفتم بیایید سر میز گروه های مذهبی، نم نواندیش مذهبی، مجاهد، نمیدونم فلان، بیایید با هم بحث بکنیم. یعنی گذشتون عصر قفس جاذبه، قفس جاذبه یعنی مغز کار نمیکنه. قفس جاذبه رو تنها خدمتی که ملایان کردن شکستن قفس جاذبه بود که ما بفهمیم حقایق رو بفهمیم، و الان 43 سال حکومت اینها ما رو فهمونده و کوروش رو به واقع تمام غبارها از چهرهش پاک شد و باز هم شسته تر خواهد شد و در نگاه ما، و کوروش مقدمه است، در کنار کوروش ما چهرهای دیگری رو خواهیم دید که تا حالا پنهان بودن و صفی از بزرگان سرزمینمون رو، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. و من واقعا دلم روشنه به این مسئله و نیز به نسلی که تابوهای ما رو نداره. من با جوانانی روبرو هستم که تابوهای مسخره ای رو که ما داشتیم نداشتن، ولی دروغ نمیگن. جالبه که مثلا باشون صحبت میکنم میبینید دروغ توشون، خب این ارزش ما بود دیگه، اهورامزدا ایران رو از خوشسالی و دروغ نگه داره، داره میشکفه. بحث زیاد، من به همین از اکتفا میکنم. بسیار سپاس به شما سرکار وفای گرامی. منم سخن رو این گونه پی میگیرم که ما در یک هنگامه‌ای هستیم که بیشتر از هر زمانی نیاز است تا چهره‌های شکوهمند تاریخ خودمون رو فرا نهیم و در کنار کسانی که بر میهنمون چیره هستند و به خیش میبالند و همواره هم به دروغ بالیدند، بگذاریم ببینید که ما چه چهره‌هایی داریم. سخنانی که شما گرامی گفتی سرکار وفای گرامی، باید چنین بکنیم. ما در یک نوزایی هستیم، باززایی، بازآفرینی فرهنگی، منشی، تاریخی هستیم، باید که اینا رو بیاریم بالا. کوروش
بیگمان بزرگترین اینها هست، بزرگترین شاه کاکل این بخش تاریخمون هست. فشرده سخنون که گرامیان، کوروش ماندگار است. کوروش تو گویی که بار دیگر بر ما ایرانیان از آسمان به زمین آمده است و در کنار ما ایستاده است. هنگامی است که ما در کنار این نیای ورجاوند خودمون بیستیم و به پیش برویم. خوش هنگامی است از این نگاه. دیگران که فرهنگ، دیگرگونی فرهنگ زمان میبرد، بسیار زمان میبرد، ولی به پیش میرود. هیچگاه نمیدرنگد، نمیماند. کمی شاید اینجا اونجا بدرنگد، ولی درنگی کوتاه میتوند درنگ خردمندانی باشه. منم چون شما گرامی بسیار خوشبین هستم به فردای امروز. در پایان بگم که این بخشی رو که ما میخواستیم بریم سراغ اسطوره و داستانهای اسطوره ملی ایمان، میماند برای گفتار دیگری که گرامیان تو این بخش خودمون رو هرچی بیشتر بیاراییم. در این من میدانم که همه تون دانش بسیار دارید، خودمون رو بیاراییم برای گفتار دیگری که پیرامون کوروش در دیگر بخش‌های فرهنگیمون، فولکلور ما، داستان‌های نانوشتیمون، داستان‌های نوشتیمون، برای نمونه شاهنامه یا دیگر بخش‌هایی که در داستان‌های داستان‌نویسی شاهنامه ما داریم بیابیم. و در پایان سپاس می‌گذارم به سرکار مانی گرامی که چنین برنامه‌ای رو گذاشتن. البته نمی‌دونم تا چند زمان داریم، ولی می‌خوام هر کدوم از دوستان اندازه یک دقیقه فشرده سخنی رو بگن تا بریم به پایان برنامه خودمون. می آغازیم با سرکار پهنادایان پیرام، یک دو دقیقه فشرده سخن. در پایان سخن باید بگویم که مبحث کوروش مبحث بسیار وسیعی هستش. جناب آقای یحیی حرف رو تمام کردم، باید مقایسه بکنیم مبحث کوروش و همونطور که حضرت عالی گفتیم بسیار مبحث وسیعی هستش. به این سادگی در این دوره‌ای که روشنگری ایرانی ساخته شده نمیشه کوروش رو در ابرهای پنهان گذاشت. کوروش مختص ملت ایران هستش برای گذر از این تاریخ. من فقط یک نکته به عزیزان بگم، جناب آقای اربابی، جناب آقای مانی، جناب آقای یحمایی، جناب آقای شاهین نژاد، ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان معروف به نازی‌ها هیچ تبلیغ نسبت به کوروش انجام ندادن. من خیلی دارم دنبالش میگردم، چی تا حالا ندیدم. اما روی آریایی زیاد صحبت میکنه، چرا روی کوروش صحبت نمیکنه؟ این مسئله بسیار مهمی هستش. چرا؟ چون جنس کوروش خارج از مسائل مذهبی و یهودی و نمیدونم تمام این مسائلی که ما میزنیم، جنس کوروش جنس دیگری هست، جنس فرهنگ و تمدن ایرانی است. فرهنگ و تمدنی که از سینکیان چین تا نیل گسترده هستش. این رو میگه ایرانیت، این رو میگن کوروش هخامنش ماشیای بزرگ. سپاس به شما سرکار پهنادایان از سخنانتون. سرکار شاهین نژاد بفرمایید، شما گرامی. سپاسگزارم. هنگامی که افلاطون مینویسه در گفتگویی که با استادش سقراط داره، که حالا گمانه زنی میشه که اصلا این گفتگو انجام شده یا نشده، ولی نوشتای افلاطون این گفتگوی دو تنه رو داره بین افلاطون و سقراط، دو تا از غول‌های فلسفه جهان، در مورد شخصیتی که یونانی نیست، یعنی در مورد کوروش و در مورد داریوش. خیلی بحث جالبی اونجا افلاطون مطرح می‌کنه. من به عنوان حسن ختام از خودم بگم خدمتتون، سقراط و افلاطون میگه چرا در میان ایرانیان کوروش جلوه می‌کنه و فرزند او کمبوجیه به گرد اونم نمیرسه و یک فرمانروای معمولی است، و چطور بعد داریوش جلوه میکنه اونقدر بزرگ و اونقدر پرفروغ و فرزندش خشایارشا دوباره یک فرمانروای معمولی است، به گرد پدرم نمیرسه. اینو شما چگونه نگاه میکنید؟ و افلاطون در پاسخ این پرسش رو در پاسخ این پرسش میگه که مسئله تربیته، مسئله تربیته، چون کوروش در جای تربیت میشه که کوروش بار میاد، در حالی که کمبوجیه سایه پدر، پدر خردمند بالا سرش نیست، پدر مشخصا همش مشغول کمپین‌های کشوری و لشکری است و کمبوجیه در فضای وجود میاد رشد میکنه که این آموزگار عملی بالا سرش نیست. داریوش یک افسر هخامنشی است، از خانواده‌های پاسارگادی و سرشناس، ولی
فرزند خصال خیشتنه، در حالی که خشایا فرزند کوروش در فضای دربار یک آموزش معمولی گرفته و سایه پدر و آموزش مستقیم از پدر بالا سرش نبوده، چون اینا همیشه با هم با صدها کیلومتر فاصله زندگی میکردن. میخوام بگم وقتی محاوره گفتگوی دو تا قول فلسفه جهان سقراط و افلاطون در مورد حاکمان سرزمین ایران، سرزمین پارسه، دست کم نگیریم و متوجه بشیم که کوروش و به دنبال او کلن هخامنشیان تاثیرگذاری در جهان داشتن که بزرگان در موردش سخن میگفتن و نقل محافل آن هنگام بوده. بسیار سپاس به شما گرامی. پایان سخن به سرکار وفا. بفرم سرکار وفا. ببینید من همین سخنم در ادامه سخن دوستانی، شاید اگر ما یک برنامه بذاریم که فقط گفته های بزرگان رو بخوایم تکرار کنیم خودش یک ساعت وقت بخواد. فقط من روی نقطه میخوام تاکید بکنم، اونم مسئله ای که ملایان خیلی کوشش میکنند که آنچه که در تورات هست میکردن، الان که دیگه فلج شدند، به نوعی مثلا بگن کوروش مثلا افراد مثل خلخالی متحرک، اینا اصلا ایرانی نیستن به نظر من، که کوروش نمیدونم یهودی بود فلان بود. ببینید اتفاقا تورات یکی از اسناد طلایی است، برای اینکه خود اینها نسب محمد رو میرسونن به نوع از طریق تورات و اینها، ولی نوبت کوروش کی میشه؟ کوروش رو میخوان بکوبن و این جنگی برمیگرده که در آغاز جنگ ما نبود، جنگ محمد بود با یهودیان، و این جنگ رو آخونده دارن ادامه میدن. من بارها گفتم که این دعوایی که ملای ایرانی با یهودیان داره، ملت ایران نداشتن، ما زندگی کرده بودیم با هم دیگه و اومده بودیم جلو، و این اسناد اسناد طلایی است، کهن از کهن‌ترین روزگار، و ما میتونیم در این سند مذهبی نیز چهره زیبای کوروش رو ببینیم، چون که در آثار افلاطون میبینیم، گزنفون میبینیم و بعدها در آثار نویسندگان دیگه. و یک نکته من اشاره بکنم که من اتفاقا کار کوروش رو، ملت یهود ملتی است که تاریخ داشت ولی قرنها جغرافیا نداشت، آوارش کرده بودن، و کاری که کوروش کرد اینا رو برگردون بسیار زیبا بود. ادیشن اومدم به ایران، من بعد از 40 سال غربت و آوارگی گوشه ای از دردی رو که اینا در طول 2000-3000 سال کشیدن دارم حس میکنم. ملتی با تاریخی پربار ولی بدون سرزمین. من اینکه 40 سال توی این مملکت دارم زندگی میکنم در فرانسه، و این مردم رو مثل مردم خودم دوست دارم، حتی حاضرم اگه در خطر باشن براشون بجنگم و بمیرم، ولی همواره خواب و بیداری من در ایران و فضای ایرانی میگذاره که به زور ازش کنده شدم، و همین دلیل از این زاویه نیز به کوروش درود میفرستم. درود به شما گرامیان، درود تک تک شما گرامان، یه بار دیگر به سرکار وفا، سرکار نژاد و سرکار پهنایان، پهنادایان و نیز سرکار مانی گرامی که این برنامه رو برامون دیدیم. ایدون با هر آنچه را که شما آرزو میکنید گرامی، آرزوی همگیمون هست، رهایی میهنمون، آزادی کشورمون و ایستادن در جایی که شایستش هست. ایدون باد، سپاس به شما.